جریان سیل به سرعت به مناطق مختلف در پایتخت تایلند نزدیک می شود. این موضوع مردم و کسبه شهر را در نقاط مرکزی به شدت نگران کرده است. بینندگان عزیز، ما الان در خیابان پچکسم در بانکوک هستیم. همینطور که میبینید این قسمت اگرچه خشک هست، ولی سیل داره از این قسمت به سمت شهر حرکت میکنه و نگرانی مردم هم کاملا به جاست. امروز چند ساعت طول کشید تا خودمونو برای تهیه آذوقه به شهر برسونیم. اگر سیل باز هم جلوتر بیاد معلوم نیست چگونه باید مایحتاجمونو تهیه کنیم. خسارت سیل تایلند تا کنون بیش از 20 میلیارد دلار تخمین زده شده که از خسارت سونامی ژاپن هم بالاتر بوده است. 891 کارخانه تعطیل و 460 هزار کارگر بیکار شدند. تعداد کشته‌های سیل نیز تا کنون به 506 نفر رسیده است. بیمارستان این قسمت از شهر زیر آب رفته و ما مجبوریم با قایق بیماران و مجروحین رو به مناطق دیگه شهر منتقل کنیم. در حالی که مجراها و آبراهای شهر تنها توان تخلیه 30 میلیون متر مکعب آب را دارند، بر اساس برآورد شهرداری بانکوک حجم سیلاب ورودی به این شهر از 400 میلیون متر مکعب فراتر رفته است. یکی از مشکلات مردم در این روزها وجود آبهای آلوده است که دولت هم فراخوان عمومی داده تا مردم به صورت داوطلب به کمک دولت بشتابند و با تهیه مواد ضد عفونی کننده این مشکل رو به حداقل برسونند. به عنوان اولین اولویت دولت و نخست وزیر اعلام کردند که تمام منابع موجود را برای کمک رسانی به مناطق سیل زده و جلوگیری از پیشروی سیل به کار خواهند گرفت. اولین هدف آنها اینه که مردم غذای کافی و آب آشامیدنی داشته باشند و سلامتی آنها تأمین شده باشه. برای رفع مشکل کمبود آب آشامیدنی، کارخانجات تولید نوشابه به دستور وزارت بازرگانی اقدام به بسته‌بندی و عرضه آب آشامیدنی کردند. هر چقدر غذا و آب به اینجا برسه بازم کمه، چون هر روز یک منطقه به مناطق سیل زده اضافه میشه و مردم نیاز به آب و غذا دارن. در مناطق سیل زده و شهر بانکوک مدارس و دانشگاه‌ها تا 15 نوامبر تعطیل اعلام شده. حمید امامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، منطقه جنوب شرق آسیا، بانکوک، تایلند.